سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید. در این برنامه می‌خوایم در مورد بیشترین و مهمترین سوالاتی که با توجه به آخرین اطلاعات در مورد قوانین جدید تمدید نکردن اقامت توریستی در ترکیه در سال 2020 برای دوستان عزیزمان میباشد پاسخ دهیم. لازم به ذکر است توضیح کامل قوانین جدید اقامت توریستی ترکیه در سال 2020 را در ویدیویی که قبلا در کانال گذاشته ایم و لینک آن در قسمت توضیحات پایین و یا در انتهای همین ویدیو می باشد می توانید مشاهده کنید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستین حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما مطلع بشید. سوال 1. اگر تا قبل از پایان سال 2019 برای تمدید اقامت توریستی هم اقدام کنم و وقت راندوو یا نوبت مصاحبه بگیرم اما نوبت مصاحبه در سال 2020 به من داده شود، آیا اقامت توریستی من تمدید خواهد شد؟ پاسخ: با توجه به اینکه از 60 روز مانده به تمام شدن تاریخ اقامت می توان جهت گرفتن وقت راندوو اقدام کرد، در صورتی که این 60 روز در بازه زمانی سال 2019 قرار بگیرد می توان جهت درخواست تمدید اقامت توریستی یا همان گرفتن وقت راندوو در سال 2019 اقدام کرده و درخواستتان را ثبت نمایید. نکته مهم این است که حتی اگر وقت راندوو یا همان نوبت مصاحبه شما در سال 2020 داده شود، تمدید اقامت توریستی شما تا سقف یک سال همچون قوانین سال 2019 انجام خواهد شد. با توجه به قانون جدید اداره مهاجرت ترکیه، درخواست هایی که از تاریخ 1/1/2020 به بعد جهت تمدید اقامت توریستی اقدام شود، در صورت نداشتن دلیل مشخص جهت تمدید، اقامتشان تمدید نخواهد شد و در صورت داشتن دلیل اقامت از جمله سرمایه گذاری، خرید ملک، تحصیلی، ثبت شرکت و یا اجازه کار، درخواست آنها جهت تمدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سوال 2. اگر قبل از اتمام اقامتم از کشور ترکیه خارج شوم و بعد از تمام شدن اقامتم وارد کشور ترکیه شوم و از نو به عنوان اولین درخواست اقامت اقدام کنم، آیا امکان گرفتن اقامت توریستی دارم؟ پاسخ: در مورد این روش هیچ صحبتی در قانون جدید اداره مهاجرت نشده و با توجه به اینکه در قانون سال 2020 شخص بعد از گذشت یک سال از تمام شدن اقامت توریستیش می تواند مجدد درخواست اقامت توریستی دهد، بهتر است قبل از اقدام به خروج و ورود مطمئن شوید که ماده یا بند جدیدی در قانون 2020 در این مورد اضافه شده یا خیر، تا بیهوده هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ زمان به مشکل نخورید. سوال 3. قانون جدید تمدید اقامت توریستی سال 2020 در ترکیه شامل چه کشورهایی می شود؟ پاسخ: به جز شهروندان کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه و اقتصادی، اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، مابقی کشورها شامل قانون جدید اخذ اقامت توریستی می باشند. به عنوان نمونه، تعدادی از کشورهایی که این قانون جدید شامل آنها می باشد را ذکر می کنیم: ایران، عراق، سوریه، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، مصر، جزایر، گرجستان، اوکراین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، فیلیپین و نیجریه. سوال 4. مدارک مورد نیاز اضافه شده از طرف اداره مهاجرت جهت اقامت در سال 2020 چه می باشد؟ پاسخ: 1. مدرک آدرس اقامت. این مدرک از طریق اداره آماری ترکیه که به آن اداره نفوس گفته می شود یا از طریق سیستم آماری ترکیه که به آن ادولت گفته می شود قابل دریافت می باشد. لازم به ذکر است که این برگه از زمان صدور به مدت مشخصی معتبر می باشد، یعنی تاریخ صدور آن باید جدید باشد. 2. کپی سند آدرسی که در درخواست وقت راندوو یا نوبت مصاحبه اعلام شده است. 3. مدرک تثبیتی تایید ادامه مالکیت سند. 4. برگه گواهی شماره. دو مدرک شماره 3 و 4 را از طریق شهرداری‌های منطقه سکونت می توان دریافت کرد.
5. مدرک سوء پیشینه از کشور خود. این مدرک در سال 2018 از طرف اداره مهاجرت درخواست می شد و در سال 2020 نیز جزو مدارک اصلی می باشد. این مدرک را از کشور خود می توانیم دریافت کنیم. به همین خاطر بهتر است قبل از اقدام به گرفتن وقت رانده و آن را آماده نماییم. به خصوص در مورد شهروندان کشور ترکمنستان که در سال 2018 برای گرفتن این مدرک به مشکل برخورده بودند. توصیه می شود زودتر برای دریافت آن اقدام نمایند. 6. برگه تولد. این مدرک را از اداره ثبت احوال کشور و یا از کنسولگری کشور خود در آنکارا یا استانبول می توان دریافت کرد. 7. مدرک سلامت پزشکی. این مدرک از طریق بیمارستان دولت ترکیه و با آزمایشات خاصی قابل دریافت است. در واقع این مدرک جهت نشان دادن عدم بیماری مصری و یا واگیردار در فرد می باشد. 8. برگه گردش حساب بانکی خود در ترکیه. سوال 5. دلیل گذاشتن این سختگیری ها و قوانین جدید تمدید اقامت توریستی ترکیه چیست؟ پاسخ: تعداد افرادی که در ترکیه به صورت توریستی اقامت دارند بیش از 1 میلیون شده و این روند سیاسی خوبی برای کشور ترکیه نمی باشد. لذا اداره مهاجرت ترکیه با این قانون جدید می خواهد تعداد خارجی های مقیم در کشورش را کنترل کرده و همچنین علت بسیار مهم قانون جدید در سال 2020 جلوگیری از کار کردن افراد بدون داشتن مجوز کار می باشد. لازم به ذکر است اداره مهاجرت ترکیه به شهروندان کشور خود هشدار داد اگر منزل خود را به شهروندان خارجی فاقد حق اقامت اجاره دهند به ازای هر فردی که در آن خانه اقامت دارد 1000 لیر ترکیه معادل 174 دلار جریمه خواهند شد. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. سوالات و نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر دیدن این ویدیو برای شما دوست عزیز مفید واقع شده، خوشحال میشیم که اون رو لایک کرده و با دوستان و عزیزان خود نیز به اشتراک بگذارید. آرزو میکنیم لحظه هاتون سرشار باشه از عشق و موفقیت و آرامش.